یه سازمان سری وجود داره که جلوی کشتارها رو با سفر توی زمان قبل از وقوعشون میگیره و یه معمور برای این سازمان کار میکنه اما تا به حال تنها کسی رو که این سازمان موفق نشده بگیره یه بمبگذاره که باعث کشتار انسانهای زیادی شده این بمبگذار کی هستش آیا این معمور موفق میشه که اون رو بگیره این فیلم خیلی سناریوی پیچیده ای داره و واقعا یکی از بهترین فیلمهایی که دیدم بریم برسیم به داستان فیلم یه مامور که میتونه توی زمان سفر کنه توی ماموریت به نیویورک رفته تا جلوی انفجار یه بمب رو بگیره بالاخره موفق میشه که بمب رو پیدا کنه و میخواد که بمب رو بندازه توی جعبه مخصوص که زمانی که میتره که آسیبی به جایی نرسه اما متاسفانه به خاطر دخالت بمب گذار اون سر موقع موفق نمیشه که بمب رو داخل جعبه بذاره و کمی از آتیش بمب صورت خودش رو هم میسوزونه با این حال اون موفق میشه که با کمک یه فرد ناشناس از طریق ماشین زمانی که شبیه به کیف ویالون هستش برگرده به زمان خودش توی همین هین تروریست معروف به اسم فیزل بامبر موفق میشه که از صحنه جرم فرار کنه بعد از زخمی شدن با اون انفجار مامور زمانی بیدار میشه و میبینه که روش جراحی صورت انجام دادن تا جونش رو نجات بدن و خوشبختانه با جراحی صورت موفق شده بودن که صورتش رو بازسازی کنن این مامور واسه سازمان مرموز به اسم اداره زمانی کار میکنه که ماموراش رو توی زمان میفرستن تا جلوی جنایت های بزرگ رو بگیرن جنایت که میتونه هزاران نفر رو بکشتن بده معلوم که این فیزل بامبر تنها جنایت کاری که تا حالا تونسته از دست اداره زمانی در بره و مسئول کشتن 11 هزار نفر توی نیویورک توی ماه مارس 1975 بعد از این بنده خدا ماموره چون موفق نشده که فیزل بامبر رو بگیره به عنوان ماموریت آخرش قبل از بازنشستگی میگه که میخواد دوباره تلاش کنه تا شاید بتونه که اون یارو رو گیر بندازه پس بعد از درمان کاملش اون کیف ویالونش رو برمیداره و این بار به سال 1970 میره اونجا اون نقشه مسئول بار رو توی نیویورک بازی میکنه و منتظر مشتری خاصه توی همون لحظه مشتری آقا که بهش میگن مادر مجرد وارد بار میشه و میشینه و با مامور صحبت میکنه دقت کنید یارو مرده ها ولی بهش میگن مادر مجرد حالا چرا به این مرد میگن مادر مجرد چون که این اسمی هستش که برای نوشتن مقالاتی که توی روزنامه چاپ میکنه انتخاب کرده داستانو که ادامه بدیم همه متوجه میشیم مامور شروع میکنه با مادر مجرد حرف زدن و دوتاشون رفیق میشن اونا همینطوری که با هم دیگه حرف میزنن مادر مجرد میگه که من داستان برات میگم بگر که تو از شنیدن این داستانم شوکه شدی بعد قول بدی که شیشه مشروب رایگان بدی. بهم میگه که باشه بگو داستان تو ببینم که جریان چیه مادر مجرد شروع میکنه داستان گذشتش رو گفتن معلوم میشه که اون کلا دختر به دنیا اومده و روز 13 سپتامبر 1945 جلوی در یه یتیم خونه رهاش کرده بودن یکی از کارمندای یتیم خونه اسمش رو گذاشته بوده جین اون ادامه میده که از بچگیش همیشه حسودیش میشده به بچه‌هایی که پدر مادر داشتن و یه حس عجیبی داشته که با همه بچه‌های دیگه فرق میکنه اون خیلی باوش با بوده و از نظر بدنی هم قوی بوده و حتی انقدر قوی بوده میتونسته که با دوا کنه مادر مجرد به مامور میگه که کلی آرزو داشته که بره فضا نورد فضانورد و به فضا کمک کنه واسه همین توی ناسا ثبت نام کرده و اون تونسته با موفقیت همه ها رو پاس کنه ولی وقتی که میخواستن انتخابش کنن دکترها توی معاینه بدنش یه بیماری عجیب کشف کردن اونا فهمیدن که جین هم اندام زنونه داره و هم اندام مردونه ولی خب دکترها اینو به جین نمیگن فقط قبولش نمیکنن و اونم سعی میکنه که به زندگیش ادامه بده بعدا اون میره به کلاس های شبانه توی کلیولند تا روی مهارت های اجتماعیش کار کنه ولی داستان جالبتر میشه وقتی که 3 آوریل 1963 توی راه برگشت بخونه تصادفی به غریبه میخوره و با هم دیگه شروع میکنن به حرف زدن اون عاشق اون غریبه میشه ولی یارو یهو قیبش میزنه و قلب جین رو میشکونه توی همون زمان آقای رابرتسون که جین فکر میکنه توی ناسا کار میکرده میاد سراغش و بهش که در واقع من برای سازمان دیگه ای کار میکنم که دنبال آدمای باهوش و توانایی بدنی بالا مثل جین هستن پس بهش پیشنهاد همکاری میده جین به پیشنهاد رابرتسون فکر میکنه ولی قبل از اینکه تصمیم بگیره متوجه میشه که از رابطه قبلیش باردار شده پس اون سزارین میکنه و بچه رو به دنیا میاره ولی توی عمل جراحی میفهمن که جین هم اندام زنونه داره و هم مردونه و بهش هم میگن این بار اون هم تصمیم میگیره که رحم و تخمدانش رو بردارن و تبدیلش کنن به یه مرد اما متاسفانه دختر جین توسط یه آدم ناشناس همون روز دزدیده میشه به همین خاطر جین هم تصمیم میگیره که به عنوان مرد زندگی کنه و چند تا عمل دیگه هم انجام میده که, که کاملا تبدیل به مرد بشه و اسمش از جین تغییر میده به جان. جان به معمور میگه که بالاخره نویسنده میشه و شروع میکنه به نوشتن داستان توی روزنامه با اسم مستعار مادر مجرد حالا فهمیدیم که چرا اسمشو گذاشته مادر مجرد این مرده داستانش که تمام میشه از معمور میپرسه حالا شرط و بردم یا نه معمور یه لحظه مکس میکنه و بعدش میگه که خودم از همون اولش هم میدونستم هویت واقعی چیه و جزئیات گذشته رو هم میدونستم جان که براش عجیبه که این یارو از کجا میشناسدش کنجکاو میشه و معمور رو دنبال میکنه تا میرسن به یه زیرزمین مخفی زیر بار که معمور اونجا کار میکنه اونجا معمور امور پرده از راز بزرگش بر میدار و که برای اداره زمانی کار میکنه سازمانی که با سفر توی زمان سر کار داره اون به جان پیشنهاد میده که بره به گذشته و از کسی که زندگیش رو خراب کرده انتقام بگیره و بهش میگه که این کارت هیچ عواقبی برات نداره ولی برات یه شرط وجود داره اونم شرطش اینه که بعد از اینکه این, این کارو کردی به اداره زمانی به پیوندی و برای اونا کار کنی جان قبول میکنه و مامور اون رو میبره به گذشته دقیقا به 3 آوریل 1963 توی کلیولند اوهایو مامور به جان تفنگ میده و بهش نشون میده که اون مردی که جین رو فریب داده و ول کرده رو کجا پیدا کنه جان میره به کالج کلیولند ولی به جای اینکه اون یارو رو پیدا کنه با خود جوانترش یعنی جین تصادفی روبرو میشه معمورم از دور نظارگر ماجراست و بعدش با ماشین زمانش به آینده میره مامور خورش توی همون ساختمون نیویورکی که اول فیلم بودش پیدا میکنه ولی این دفعه چند دقیقه زودتر که یعنی یه فرصت داره تا جلوی بمبگذاری فیزل رو بگیره بمبگذار رو میبینه و باش درگیر میشه ولی آخرش کتک میخوره و بیهوش میشه وقتی که به میاد صدای انفجار و تیراندازی رو میشنوه و میفهمه که نسخه قدیمیتر خودش همونطور که توی اول فیلم دیدیم زخمی شده و نتونسته که جلوی بمبگذار رو بگیره مامور به خودش توی گذشته کمک میکنه که با ماشین زمانش برگرده به اداره زمانی توی سال 1992 بعد از اون مامور زمانی دوباره میره به گذشته به مارس 1964 و با رابرتسون ملاقات میکنه این رابرتسون هم برای همون سازمان اداره زمان کار میکنه مامور مدرکی از بمبگذاری فیزر رو به رابرتسون تحویل میده و این دو نفر مکالمهشون رو توی بیمارستان دارن یعنی همون بیمارستانی که بچه جین به دنیا میاد مامور زمانی بعد از اینکه بچه جین به دنیا میاد بچه رو میدزده و برش میگردونه به همون یتیم خونه ای که جین توش بزرگ شده بود و به سال 1945 میدونم که تا اینجای داستان یه کمی گیج شدین ولی کم کم متوجه میشین که کل داستان از چه قراره بعد از اون مامور زمانی برمیگرده به سال 1963 جان رو به زمان خودش و بهش میگه که مأموریتش چی و چرا جین و جان رو به همدیگه رسونده مهمور به جان میگه که جین و بچهش همگی یه نفر هستن که توی پارادوکس زمانی گیر کردن بخوام به زبون خودمونی بگم یعنی خودش زمانی که مرد بوده با خودش زمانی که زن بوده آشنا میشه و با همدیگه حرکت میزنن و بچهشون هم میشه خودش و بر همین معموره بچه رو دزدیدش و گذاشتش جلوی همون یتیم خونه توی سال 1945 معمور به جان توضیح میده که مجبور بوده که جان و جین رو به همدیگه برسونه تا بچهشون به دنیا بیاد چون که اون بچه بالاخره بزرگ میشه و میشه خود جان اون به جان میگه که من بعد بچه رو بدزدم و ببرمش به سال 1945 وگرنه تو و جین از بین میرید و وجود نخواهید داشت با اینکه جان نمیخواد جین رو ترک کنه معمور اصرار میکنه که بعد این کارو بکنه تا خط زمانی حفظ بشه بعدش معمور جان رو به اداره در سال 1985 میبره رابرتسون به مامور یه پرونده با سرنخهای جدید از مکان بمبگذار میده پس مامور این بار دوباره به سال 1975 برمیگرده تا جلوی بمبگذار رو بگیره ولی متاسفانه این وسط دستگاهش خراب میشه پس اون که کاری نداره شروع میکنه به نوشتن یک کتاب و همینطوری که داره کتاب رو مینویسه اسم خودش رو بالای کتاب مینویسه جان این یعنی در اصل این یارو مأموره که از اول داستان من مأمور صداش میکردم در واقع خود همون دختر کوچوله بوده که بعدا زن شده و بعدش با خودش آشنا شده و خودش هم زده در خودش و بچهشون هم شده خودش که بعدا بردرش به زمان گذشته و تو خودش هم خودش رو برده تو این سازمان اداره زمان یعنی واقعا دیگه خیلی خودش تو خودش شد جان در حین نوشتن کتاب با چسبوندن نقطه ها به هم دیگه میفهمه که خودش در واقع همون بمبگذار هم هستش اون با استفاده از سرنخ که رابرتسون بهش داده بود مکان بمبگذار رو پیدا میکنه ولی وقتی که میبینه خودش در آینده چه شکلی شده و کلا دیوونه شده حسابی شوکه میشه ولی بمبگذار بهش میگه که با این بمبگذاریاش یه رو کشته ولی باعث نجات جونای خیلی زیادی شده اون به جان میگه که هیچ راهی برای تو وجود نداره که تبدیل به من نشی و صد درصد تو هم بمبگذار میشی چون که این سرنوشت از قبل برای تو نوشته شده اون به جان میگه که اگه که تو منو بکشی تو تبدیل به بمبگذار بعدی میشی و تنها راه نجات ما از این پارادوکس زمانی اینه که به جای کشتن من دوستم داشته باشی ولی جان فکر میکنه که خودش درنده زده به سرش و دیوونه شده اون بدون لحظه ای فکر کردن تصمیم میگیره که اون رو بکشه و با این کارش همه چیز سر جای واقعی خودش قرار میگیره و پارادوکس زمانی تا ابد ادامه پیدا میکنه نوزادی جین زمانی که جین بچه بود زمانی که جین بزرگ شد و تبدیل به زن شد مادر مجرد و یا همون جان مأمور و حتی بمبگذار همشون یه نفر بودن و این چرخه تا ابد ادامه پیدا میکنه نظر شما راجع به این داستانی که ذهن انسان رو منفجر میکنه چی هستش حتما توی بخش کامنتا برام بنویسید